با درود و سلام و وقت شما بخیر به خبر هشت خوش آمدید. امروز چهارشنبه 25 ماه اسد سال 1402 هجری شمسی است. سرخط خبرها. مشروط شدن عادی سازی روابط امریکا با امارت اسلامی. امریکا عادی شدن روابط با امارت اسلامی را مشروط بر رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان. تصمیم برای عقب نشینی از افغانستان تصمیم فوق‌العاده دشوار و در عین حال درست بود. ما طولانی ترین جنگ امریکا را پایان دادیم. ما نسلی دیگری از جوانان امریکایی را نداریم که در افغانستان. تأکید دوباره کابل مبنی بر استفاده نشدن خاک افغانستان در برابر کشورها. محمد یعقوب مجاهد میگوید هیچ کشوری نباید بی‌کفایتی و ناکامی خود در تأمین امنیت را به گردن افغانستان بندازد. ستاسو دپاره هم خطر ده او افغانستان مو پریږدی چې په دغه حالت کې دوام وکړي. خدا ارمان به انشاءالله داوار. موج مهاجرت ها در سودان. سازمان ملل میگوید بیش از 1 میلیون سودانی به کشورهای همسایه گرفت. و برگزاری نمایشگاه انگور، عسل و انجیر در هرات. امسال 80% حاصلات انجیر و 40% حاصلات انگور کم شده است. من عبدالعزیز سخی‌زاده هستم. وزیر خارجه آمریکا در سخنانی به مناسبت دومین سال خروج نیروهای این کشور از افغانستان میگوید آمریکا نسل دیگری ندارد که در افغانستان بجنگند و کشته شوند. آنتونی بلینکن تصمیم کاخ سفید برای خروج از افغانستان را درست تلقی کرد و آن را نقطه پایان بر طولانی ترین جنگ آمریکا خواند. او برقراری هر گونه روابط عادی با حکومت سرپرست را وابسته بر رعایت حقوق زنان و دختران خواند. او تاکید کرد که یک جا با دیگران حکومت سرپرست را نسبت به تعهدات عمل نکردهشان پاسخگو خواهند کرد. معین سیاسی وزارت خارجه اما میگوید که امریکا دوباره به افغانستان برگردد و در بازسازی افغانستان سهم بگیرد. امریکا نسل دیگری برای جنگیدن و قربانی در افغانستان ندارد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا خروج از افغانستان را تصمیم درست از سوی کاخ سفید می دارد و تاکید می کند که روابط عادی با حکومت سرپرست افغانستان زمان برقرار خواهد شد که حقوق زنان و دختران برای کار و تحصیل از سوی این حکومت رعایت شود. بلینکن میگوید در صورت عدم تمکین با ده‌ها کشور دیگر حکومت سرپرست را به تعهدات عمل نکردهش پاسخگو خواهند کرد. وزیر خارجه آمریکا تصمیم ایالات متحده برای خروج از افغانستان را درست ارزیابی کرد و آن را نقطه پایان بر طولانی ترین جنگ آمریکا خواند. تصمیم برای عقب نشینی از افغانستان تصمیم فوق‌العاده دشوار و در عین حال درست بود. ما طولانی ترین جنگ آمریکا را پایان دادیم. ما نسلی دیگری از جوانان آمریکایی را نداریم که در افغانستان بجنگند و بمیرند. بلینکن تاکید میکند که تنها راه عادی سازی روابط با حکومت سرپرست رعایت حقوق زنان و دختران به کار و تحصیل است. ما طالبان را در قبال تعهدات عمل نکرده ایشان به ویژه در مورد حقوق زنان و دختران پاسخگو می سازیم. ما با طالبان بسیار صریح بوده ایم و راه ده‌ها کشور در سراسر جهان کاملا روشن بوده که راه هر گونه روابط عادی با طالبان این است که حقوق زنان و دختران رعایت شود. این تمرکز مداوم و تعهد مداوم ماست و متوقف نخواهد شد. بلینکن با توجه به وضعیت بشری در افغانستان گفت که ایالات متحده همچنان اهدا کننده اصلی کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان خواهد بود. شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت خارجه میگوید حقوق زنان موضوع داخلی افغانستان است و ربط به ایالات متحده ندارد. او از امریکا میخواهد به افغانستان برگردد و در بازسازی این کشور سهم بگیرد، زیرا امارت اسلامی دشمنی دائمی با امریکا ندارد. بخو طول عمر بیاد امریکا سر دشمنی نکو نیو سر غواره وست غواره چی امریکا برته لکه سنگه چی افغانستان تخریب که داشتر کرده وست غواره چی دی برته افغانستان بیاره غواره که کارو که نبینان منگه ده خیه اردیکو ده دوستی
د اړیکو په تمه یو چې د امریکا سره امریکان هم په دې نظر باندې په مجالس کې موږ ته وایي دوی هم غواړي چې له موږ سره بیرته نږدې شي را سره همکاره شي. همزمان با این جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی امریکا مذاکرات 18 ماهه دوحه را یک اشتباه فاجعه بار خوانده و تاکید میکند که هیچ شانس وجود ندارد که امریکا امارت اسلامی را بر رسمیت بشناسد و به آنان مشروعیت بدهد، زیرا به گفته براون آنها حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را نادیده گرفتند. نماینده ویژه سازمان ملل برای آموزش جهانی میگوید اگر ممنوعیت ها و محدودیت ها بر کار و تحصیل زنان و دختران برداشته شوند، کمک های جهانی که بین سالهای 2002 تا 2021 به افغانستان انجام شده دوباره از سر گرفته خواهد شد. گوردن براون میگوید که سازمان ملل در حال ایجاد یک هیئت سیاسی مذهبی متشکل از ده ها کشور اسلامی برای گفتگو با رهبری امارات اسلامی در کندهار است. براون هشدار میدهد اگر حکومت سرپرست به خواسته های جهانی تمکین نکند، فشارهای جهانی سال آینده بر آن تشدید خواهد شد. همزمان سرمنشی سازمان ملل متحد از کشورها میخواهد با سازمان ملل برای رفع ممنوعیت ها بر کار و تحصیل زنان در افغانستان یک جا شوند. تلاش سازمان ملل برای تشکیل یک هیئت مذاکره کننده با رهبری امارت اسلامی. نماینده ویژه سازمان ملل برای آموزش جهانی میگوید این هیئت متشکل از نمایندگان سیاسی و مذهبی ده‌ها کشور اسلامی خواهد بود. در کنار این، گوردون براون از بریتانیا و ایالات متحده آمریکا و نیز کشورهای اروپایی میخواهد تا کسانی را که مستقیما در نقض حقوق زنان و دختران برای کار و تحصیل مسئول هستند تحریم کنند. دولت‌ها از جمله بریتانیا و ایالات متحده و نیز کشورهای اروپایی کسانی را که مستقیما مسئول تصمیم‌ها برای تبعیض علیه زنان و دختران هستند تحریم کنند. من از رهبران کشورهای اسلامی نیز می‌خواهم هیئتی را برای گفتگو با رهبری طالبان به قندهار بفرستند تا آنها را متقاعد کنند که ممنوعیت تحصیل دختران و اشتغال زنان را که هیچ مبنایی در دین اسلام ندارد لغو کنند. براون تاکید می‌کند که اگر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بر کار و تحصیل زنان و دختران برداشته شوند، کمک‌های جهانی که بین سال‌های 2001 تا 2021 به افغانستان انجام شده است، دوباره اثر گرفته خواهد شد. براون به 5 مورد با عنوان ابزارهای فشار بر حکومت سرپرست اشاره می‌کند و تاکید می‌کند که در صورت تغییر نکردن سیاست حکومت سرپرست در قبال زنان و دختران، فشارهای بین‌المللی سال آینده بیشتر خواهد شد. برای رسیدن به نتیجه یکسان، فشار از طریق محکمه بین المللی جرایم، از طریق هیئت‌های سیاسی کشورها، تحریم افراد و سایر موارد اثرگذار بر سیاست‌های طالبان در نظر گرفته شده است و این فشارها سال آینده تشدید خواهد شد. از سوی سرمنشی سازمان ملل از کشورها می خواهد در حمایت از حقوق زنان و دختران افغان با این سازمان بپیوندند. گوترش وضعیت زنان را در افغانستان نگران کننده خوانده است. سرمنشی معتقد است که در 2 سال گذشته حقوق اساسی زنان و دختران افغان به آنها داده نشده است. سرمنشی تاکید کرد که ما نمی توانیم مردم افغانستان را فراموش کنیم. ما باید صدای آنها را تقویت کنیم. سرمنشی از همه کشورها خواست در حمایت از زنان افغان با سازمان ملل بپیوندند. کمیسیون عالی حقوق بشر به مقامات بالفعل تذکر داده است که افغانستان به عنوان یک کشور تحت قوانین بین المللی موظف است حقوق همه مردم را بدون تبعیض رعایت و ارتقا دهد. مدیر اجرایی امور زنان سازمان ملل نیز خواست مشابهی دارد. طالبان نشان دادند که نمیخواهند مشکل را حل کنند. زمان آن رسیده است که از مردم افغانستان حمایت شود. افغانستان تنها کشور در جهان است که زنان و دختران در آن حق تحصیل و کار را ندارند. ما از طالبان میخواهیم بعد تعهداتی که با جامعه جهانی داشتند عمل کنند و صداقت خود را در عمل نشان دهند. To show honesty. نسان با خواهرها دشمنی ندارد و خواهرها برشان ارزش دارد. ولی بعد اصول دینی و احکام اسلامی است که باید ما در جامعه مجبوراً عملی بسازیم. چون ادعا داریم که نظام اسلامی داریم، حکومت اسلامی داریم. ولی خواهرها در اسلام جایگاه خاص خود دارند. متفاوت است از مردان طبیعی است. ما نمیتونیم خواهرها در قسم باشه که در اروپا هستن، قسم باشه که در آمریکا هستن، قسم در دنیای دیگر.
امارت اسلامی اما میگوید حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلامی تامین است و جامعه جهانی در امور داخلی افغانستان نباید مداخله کنند. سرپرست وزارت دفاع ملی میگوید که کشورها بار ناکامی و بیکفایتیشان را به دوش افغانستان نه اندازند. محمد یعقوب مجاهد از کشورها نام نمیبرد، اما میافزاید که ممکن ابزار چنین ادعاها به منظور افغانستان حراسی به جهان صورت گیرد. آقای مجاهد تاکید میکند اگر جهان دولت سرپرست را به رسمیت نمیشناسد، امارت اسلامی نیز نیازی به رسمیت شناسی جهان ندارد. آقای مجاهد از مخالفان حکومت سرپرست هم میخواهد تا از مخالفت در برابر امارت اسلامی دست بردارد و به کشور برگردند. همزمان با این سرپرست وزارت خارجه میگوید که جهان از مخالفت مسلحانه در افغانستان حمایت نمی کند و دونرها از گلالود کنندگان آب در افغانستان خسته شده است. در روز گرامی داشت از دو سالگی تسلط دوباره امارت اسلامی بر افغانستان، سرپرست وزارت دفاع می گوید کسی نباید بار ناکامی و بیکفایتی های امنیتیش را بر شانه مردم افغانستان اندازد. سرپرست این وزارت هرچند از کشور نام نمی برد، اما تاکید می کند ابزار چنین ادعاها ممکن به منظور افغانستان حراسی به جهان صورت گیرد. محمد یعقوب مجاهد می گوید دشمنان جغرافیای افغانستان این بار آرمان هایشان را به گور خواهند برد. ظاهراً این حرف ها پاسخ برای ادعاهای اخیر مقام های پاکستانی باشد که این روزها انگشت اتهام را به سوی افغانستان دراز کرده اند. زدی رو تحیرانی چو ولی داشت او باید داشت و نکی که داشت دا دید دید پارا کبی چی نوری تا پیغام ورکی چه افغانستان ستاسو دا پارا هم خطر دی او افغانستان مپریش دی چه پتک حالت کی دوام بکی خدا ارمان با انشاءالله داوار د افغانستان د جغرافیه دشمنان و خاور تبلی. عدم کسب مشروعیت بین المللی دولت سرپرست در دو سال پسین مورد دیگر است که آقای مجاهد در این نشست تکلیفش را به جهان روشن می سازد. می گوید اگر جهان دولت سرپرست را به رسمیت نمیشناسد، امارت اسلامی نیز نیاز به رسمیت شناسی جهان ندارد. آقای مجاهد به مخالفان سیاسی و مسئله دولت سرپرست هم فراخوان می دهد. از آنان می خواهد تا از مخالفت در برابر امارت اسلامی دست بردارد و به کشور برگردند. به گفته او حکومت سرپرست افغانستان بدیل ندارد و شهروندان کشور باید از این نظام پشتیبانی کنند. د افغانستان او د افغانانو دغه خوشحالی د دې د منځ څخه وړلو او یا د ستونزو او مشکلاتو د ایجادولو هڅې مه کوو. راسی افغانستان دا زموږ او ستاسو د ټولو ګډ کور. دلته آزاد خپلواک او د عزت ژوند وکړو. در سوی دیگر امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه میگوید مقامات امریکایی و اروپایی و کشورهای منطقه به او گفتند که از مقاومت مسلحانه علیه نظام حاکم در افغانستان پشتیبانی نمی کنند. به گفته آقای متقی حکومت قوی در افغانستان شکل گرفته و باید با آن تعامل شود. افغانانی او که غیر افغانانی چه غوار په افغانستان که او بخری کی حقوی تدا پیغام ده چنور هغه ډونران ستړي سوي دي چې تاسو ته به امکانات درکول او تاسو به اوبه ورته خړولې. نور بې ځایه تکلیف باید څوک ونه کړي. نور د افغانستان ولس متحد ده، قوي حکومت لري، نظام لري، باید تعاون ورسره وشي. سرپرست وزارت دفاع ملی همچنان میگوید افغانستان برای هیچکس خطر نیست، زیرا کشور بیش از 40 سال درگیر جنگ بوده و اراده ناامن کردن کشورها را ندارد. ادامه خبرها تا لحظات دیگر. ادامه خبرها خوش آمدید.
چین میگوید آینده افغانستان دوباره در دست مردم این کشور قرار گرفته است و این یک دستاورد تاریخی است. سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید که پس از 2 سال انتقال افغانستان به طور کلی با ثبات بوده و آینده این کشور به دست مردمان بازگشته است. وانگ و وان بین سقوط کابل را شکست نظامی سیاسی آمریکا در افغانستان خوانده و گفته که مداخله نظامی نفوذ سیاسی و تحول دموکراتیک از بیرون کارساز نخواهد بود و فاجعه ایجاد خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنان بر تشکیل یک حکومت فراگیر، تأمین حقوق زنان و اقلیت‌های قومی نیز تاکید کرده و از امارات اسلامی خواسته تا برای پاسخگویی به این انتظارات فعالانه عمل کند. آینده افغانستان دوباره در دست مردم این کشور قرار گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه چین در یک نشست خبری سقوط کابل را شکست نظامی سیاسی آمریکا در افغانستان خوانده و گفته مداخله نظامی نفوذ سیاسی و تحول دموکراتیک از بیرون کارساز نخواهد بود و فاجعه ایجاد خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنان از قطع کمک‌های آمریکا، مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی و تحریم افغانستان انتقاد کرده است. پس از 2 سال انتقال افغانستان به طور کلی باثبات بوده و آینده این کشور به دست مردمان بازگشته است و این یک دستاورد تاریخی است، زیرا شکست نظامی و مداخله سیاسی آمریکا برای تحمیل دموکراسی منجر به آشفتگی و فاجعه می شود. سخنگوی وزارت چین بر تشکیل یک دولت فراگیر، تامین حقوق زنان و اقلیت‌های قومی نیز تاکید کرده و از امارت اسلامی خواسته است تا برای پاسخگویی به این انتظارات فعالان عمل کند. چین هم دی افغانستان مدنونو تا دیر اړتیا لري او همداسې افغانستان هم دی چین پانګونې تا دیر اړتیا لري، خو د رسمیت پیژندنې په مورد باندې به ستونزې وي، ځکه نشي کولی چې بدون د نړۍ نه په متحد المل شکل د اسلامي امارت څوک په رسمیت وپېژني، ځکه امریکا ګواښ کوي چې هغه هیوادونه که چیرې د اسلامي امارت په اصطلاح د دوی د اجازې نه بغیر په رسمیت وپېژني نو په هغوی باندې به بندیزونه لګوي، ځکه دوی د امریکا سره په منطقه کې سیاسي تربګني او سیالي لري او د هغو ګټو پر بنیاد باندې دوی دا څرګندونې کوي. که چیرې دوی د افغانستان د اوسنیو فرصتونو په اړه باندې بحث کړي نو باید دوی اول افغانستان حکومت اوس په رسمیت باندې وپېژني. پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، چین از جمله کشورهایی است که علاقمندی به سرمایه‌گذاری در افغانستان دارد و روابط دو کشور هم نزدیک به نظر می‌رسد. علاقمندی چین‌ها در ایجاد زیاد است و امکاناتشان هم به نسبت به کشورهای دیگر زیاد است. آنها می‌توانن کاری را که ما بهشان می‌دهیم به گونه‌ای درست‌تر استخراج کنند و باز مورد استفاده قرار بگیرند. با این حال وزارت دفاع روسیه مدعی شده است که مشکلات و تهدیدها برای منطقه از داخل افغانستان سرچشمه می‌گیرد که این نشان دهنده رشد نفوذ سازمان‌های تروریستی بین المللی است. امارت اسلامی اما همواره این گونه ادعاها را رد کرده و گفته است که خاک افغانستان علیه هیچ کشور تهدید نیست. وزارت عدلیه می‌گوید که فعالیت سیاسی احزاب در کشور به صورت کامل ممنوع است. سرپرست این وزارت در برنامه حسابدهی دولت به ملت میگوید که فعالیت سیاسی احزاب در کشور به گونه کامل ممنوع می باشد، چرا که نه اساس شرعی دارد، نه منتفعی برای ملت دارد و نه هم ملت می خواهد. مسئولان در این وزارت می افزاید که وزارت عدلیه در 1 سال گذشته 38 سند تقنینی، 10 رهنمود به شمول یک اساسنامه در مجموع 49 سند را تصویب و تدقیق کرده است. در ادامه گزارشدهی دولت به ملت این بار مسئولان وزارت عدلیه آمدند تا کارکرد 1 سالهشان را به مردم ارائه کنند. سرپرست این وزارت میگوید که فعالیت سیاسی احزاب در کشور به طور کامل ممنوع شده است، زیرا به گفته عبدالحکیم شرعی فعالیت احزاب نه بنیاد شرعی دارد و نه هم منفعتی برای مردم. سیاسی احزاب دان شرعی بنه لري
او نه د ملت په ګټه باندې ده او نه ملت دغه غواړي او زمونږ تاسو تجربه دا ثابته کړله چې دا ملت څومره وران ده د دې یوازینۍ وجه هغه همدغه سیاسي احزاب دي. با گفته آقای شرعی کار بالای قوانین جدید جریان دارد و تمامی قوانین در کشور مطابق به شریعت اسلامی تنظیم می شود که از بود شرعی این قوانین در تاریخ کشور سابقه نخواهد داشت. په سابقه قوانین و اساسی و که به هیچ سگمات داغونه خیلی چی دیماده استنادی یا کتاب الله تشوی یا سنت رسول تشوی او یا فقه حنفی تشوی او دا خوشبختانه چې په امارت اسلامی کې اوس دغه کار روان ده چې په هر جریده کې د موادو سره تخریج کیږي، آیات ور سره ذکر کیږي، حدیث ور سره ذکر کیږي، فقهي جزیه ور سره ذکر کیږي. همزمان با این سفیر پیشین امارت اسلامی در پاکستان میگوید که برای حاکمیت ملی کشور و تعامل با جهان تنظیم و ترتیب و موجودیت قانون یکی از نیازهای مبرم کشور محسوب می شود. دلته د یو استراتیجی و د قانون جوړونه دا ډیره مهمه ده. د قانون جوړونه دا د ملی حاکمیت و د ملی وثیقې په توګه د افغانستان لپاره ډیر ضرور ده او په دې کې د سرنوشت د خلکو صلاحیت د خلکو تعامل د دنیا سره تعامل د با این حال مسئولان در وزارت عدلیه میگن که آنان در یک سال گذشته 38 سند تقنینی در رهنمود به شمول یک اساسنامه در مجموع 49 سند را تصویب کردند. 8328 پرونده فامیلی، تجارتی، حقوقی، مدنی را حل و فصل کردند و همچنان این وزارت در یک سال گذشته به 17506 پرونده حقوقی در مرکز و ولایت ها رسیدگی کرده است. تیری او کال پترس که ده شپگ اتیا زره و دو سو و دو اتیا رسمی سندونو جبال تصدیق او ده تقنی سندونو پا گدون کابو نسو و اتش پیته عنوان دول دول سندونه جبالل او تصویه شوی او ده جبال اتیویش جواز لیکونه صادر شوی دی. با گفته مسئولان در وزارت عدلیه، مسوده قانون احصایه، مسوده قانون جامعه، مسوده قانون جلوگیری از غصب زمین، قانون امارت از جمله سندهایی هستند که در یک سال گذشته از سوی این وزارت تصویب شدند و برای 600 تن از وکلای مدافع جواز وکالت توزیع شده است و جواز وکلای مدافع سال 1401 نیز تمدید گردیده است. ادامه خبرها پس از رفت و برگشت کوتاه. با خبرهای اقتصادی هم خوش آمدید. نمایشگاه انگار، عسل و انجیر در هرات برگزار شده است. دهقانان در 40 غرفه فراورده های باغداری خود را به نمایش گذاشتند. ریاست زراعت و مالداری هرات میگوید که امسال 80% حاصلات انجیر و 40% حاصلات انگور کم شده. سرمای شدید زمستان گذشته و خشکسالی های دو سال اخیر باغداران را متضرر ساخته. با این همه هنوز مسیر برای صادرات میوه های تازه هرات باز نشده است و تاجران با مشکلات اساسی روبرو هستند. باغداران مجبورند به دلیل نبود سردخانه ها میوه هایشان را به قیمت ارزان به بازار عرضه کنند. محسن کریمی از هرات این گزارش فرستاد. باغداران در فصل برداشت انگور برای نمایش میوه‌های تازه به این نمایشگاه آمدند. این هفتمین جشنواره انگور، عسل و انجیر است. اتاق زراعت و مالداری هرات میگوید هنوز هم چالش‌ها در برابر چگونگی صادرات میوه‌های تازه و بیرون از کشور وجود دارد. مسئله صدور ویزا برای تاجران حل نشده است و دهلیزهای هوایی در این ولایت بسته میباشد. متاسفانه مشکلی که پیش روی ما بود که نتونستیم برای تاجر ما ویزه بگیریم که ویزای خارجی داشته باشیم که برن ببینن و بازاریابی کنند. دهقانان و باغداران همچنان در این جشنواره میوه های دیگری را در کنار انگور به نمایش گذاشتند. در حال حاضر بازار میوه در هرات کساد است.
اما باغداران به این باورند که نبود سردخانه های معیاری سبب شده است آنها میوه های خود را به قیمت ارزان به بازار عرضه کنند. هر چیزی تری سردخانه ساخته بشه تا جنسی که ما تولید میکنیم، بانجون، بامیه، انگور، هر چیزی که داریم اینه بتونیم در زمستان به فروش برسونیم. مشکل عمده و اساسی ما امروز در راستای سردخانه است که ما سردخانه معیاری بر ولایت هرات سردخانه معیاری نداریم. ریاست زراعت و مالداری هرات میگوید امسال حاصلات انجیر به گونه بی پیشینه کم شده است. سرمای زمستان گذشته و خشکسالی ها باغداران را متضرر ساخته. بنان تلاش می شود تا دوباره برای بهبود وضعیت باغداری کارهای اساسی صورت بگیرد. اینده وقت پاره با طول سردخانی فعال سی بیا با هرات یقین طول پدی که خوشحال وسی او طول با او سنتاش تا معلومات کرد چنگور قیمت لرسه وای ده سیب قیمت لرسه وای ده کم شان چه ده خارج سخه محصولات راتله راغو اغا کم دغا چه و جکم چه و اغا نکیب لرسو. باغداران امسال حدود 100 هزار تن انگور برداشت خواهند کرد، اما در مقایسه با سال گذشته حاصلات این میوه خیلی کم شده است. آنگونه که ریاست زراعت مالداری هرات میگوید حاصلات انجیر نیز تا 80% کاهش پیدا کرده است. نرخ اسعار در ادامه هم چند خبر کوتاه ورزشی. تیم ملی زیر 17 سال کشور راهی مسابقات کافا گردید. نوجوانان کشور بعد از ظهر امروز کابل را به مقصد تاجیکستان ترک نمودند تا در مسابقات قهرمانی کافا شرکت کنند. ملی پوشان نوجوانان کشور قرار است در مسابقات زیر 17 سال مرکز آسیا اولین بازی خود را روز یکشنبه ساعت 5:30 برابر قرقیزستان برگزار نمایند. این تیم به ترتیب روز دوشنبه با تاجیکستان، چهارشنبه با ایران و یکشنبه 27 آگوست با ازبکستان روبرو خواهند شد. ملی پوشان نوجوان کشور برای 7 ماه آمادگی گرفته بودند و حالا پس از رسیدن به دوشنبه پایتخت تاجیکستان فرصت انجام دو جلسه تمرینی خواهند داشت. گفتنی است که رقابت‌های قهرمانی زیر 17 سال مرکز آسیا یا کافا با اشتراک تیم‌های افغانستان، ازبکستان، ایران، قرقیزستان و تاجیکستان از تاریخ 20 تا 27 آگوست 2023 در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار خواهد شد. زکیه خدادادی تکواندوکار افغانستان توانست در وزن زیر 47 کیلوگرم بخش زنان قهرمان پارا تکواندوی مسابقات قهرمانی پارا اروپا شود. خدادادی روز دوشنبه در تیم مهاجران در 3 مبارزه پیروز شد و به مدال طلا دست یافت. زکیه خدادادی تکواندوکار کشور پس از این پیروزی گفت: من خیلی خوشحالم چون اولین مدال طلایم را به دست آوردم. من اهل افغانستان هستم و حالا مهاجرم. مسابقات پار اروپا در شهر روتردام هلند در حال برگزاری است و ورزشکاران از سراسر اروپا در آن شرکت کردند. خانم خدادادی مدال طلای خود را به زنان و دختران افغانستان تقدیم کرده است. خدادادی میگوید که برای شرکت در مسابقات المپیک پاریس 2024 آمادگی میگیرد. فاطمه جامی تکواندوکار افغان در وزن منفی 55 کیلوگرم و در رده سینی نونهالان با یک پیروزی و یک شکست به مقام سوم و مدال برنز مسابقات تکواندوی آزاد کره جنوبی دست یافت. او ابتدا حریف از چین را شکست داد و در نیمه نهایی مغلوب ورزشکار کره شد و به مدال برنز بسنده کرد. در وزن منفی 55 کیلوگرم نونهالان 7 ورزشکار شرکت کرده بودند. فاطمه جامی که در قالب تیم پناهندگان از ایران به کره رفته است، پیش از این توانسته بود از رقابت‌های تکواندوی جام کینگونگیونگ نیز مدال برنز کسب کند. قرار است در مسابقات قهرمانی نونهالان جهان که از 28 تا 31 آگوست 2023 در بوسنیا و هرزگوینا برگزار می‌شود نیز حضور داشته باشد. رقابت‌های فوتبال دسته اول ولسوالی‌های ششگانه به شمول مرکز کاپیسا به سیستم حذفی از طرف نمایندگی فدراسیون فوتبال در همکاری امریت تربیت بدنی و ورزش ولایت کاپیسا و کمک مالی مقام‌ها تحت نام جام اخوت به مناسبت 24 اسد در استادیوم ورزشی آن ولایت برگزار گردید. در مراسمی که به همین مناسبت گرفته شده بود، احسان الله بریالی والی کاپیسا، مسئولین تربیت بدنی و ورزش، اعضای فدراسیون فوتبال و صدها تن از علاقه‌مندان و ورزشکاران
اشتراک نموده بودند. بازی نخست را تیم های حصه دوم با تیم فوتبال آلاسای انجام داد که بازی این دو تیم با نتیجه 2-1 به سود تیم آلاسای به پایان رسید. قابل ذکر است که این مسابقات قرار است 3 روز ادامه یابد. مسابقات نیزه زنی به مناسبت دومین سالگرد پیروزی امارت اسلامی و روز آزادی کشور بین 38 سوارکار از ولسوالی های قره‌باغ، ناوه و آبند در مرکز ولسوالی ناوه با هماهنگی امارت ورزشی ولایت غزنی به مدت 1 روز برگزار گردید. ورزشکاران شرکت کننده سعی و تلاش زیادی را انجام دادند تا مقام اول، دوم و سوم این رقابت ها را از آن خود بسازند. در ختم مسابقات تیم ولسوالی قره‌باغ مقام اول، تیم ولسوالی آبند مقام سوم را از آن خود نمودند. برای تیم های برتر و بهترین اسب سوار مدال و حکم قهرمانی از سوی مسئولین ورزش آن ولایت اهدا گردید. وضعیت آب هوا برنامه خبرها پس از میان برنامه کوتاه. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. پس از تسلط دوباره امارات اسلامی در کشور، بیش از 200 رسانه به دلیل مشکلات اقتصادی و سیاسی فعالیتشان را متوقف کردند. اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان در تازه ترین یافته هایشان میگوید که در 2 سال گذشته بیش از 200 مورد خشونت و بازداشت خبرنگاران نیز و ثبت رسیده که 13 تن آنان تا کنون در زندان به سر میبرند. در گزارش نهاد آمده که پس از حاکمیت امارات اسلامی بیش از 7000 کارمند رسانه‌ای به شمول زنان شغلهایشان را از دست دادند. پس از فروپاشی نظام جمهوریت، جامعه رسانه‌ای نیز هم مانند ده‌ها سکتور دیگر با چالش‌ها و محدودیت‌های جدی در کشور مواجه شده است. نهاد ژورنالیستان آزاد افغانستان در تازه‌ترین یافته‌هایشان می‌گوید که با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، بیش از 200 رسانه به دلیل مشکلات اقتصادی و سیاسی از فعالیت باز مانده و بیش از 7000 کارمند رسانه‌ای به شمول زنان شغل‌هایشان را از دست داده و شماری هم به بیرون از کشور مهاجرت کردند. قبل از پیروزی امارت اسلامی 600 رسانه داشتیم در افغانستان که از این جمله فعلا 213 رسانه بسته است که بیشتر رسانه های چاپی ما بسته است. یافته های این نهاد نشان می دهد که در 2 سال گذشته بیش از 200 مورد خشونت و بازداشت خبرنگاران در کشور به ثبت رسیده که از این میان 13 خبرنگار تا کنون در زندان به سر می برند. هرچند امارت اسلامی بازداشت این خبرنگاران را مرتبط به کار خبرنگاران نمی دانند. تحت عنوان خبرنگار 13 یا 12 خبرنگار ما در بازداشت داریم که یکیش آقای بهبودی است، یکیش دوست ماست که رسانش تایید نمیکنه که این خبرنگار ما است و 8 نفری که در 2-3 روز گذشته بازداشت شده. با این حال شماری از خبرنگاران میگویند که وضع محدودیت‌ها بالای کار رسانه‌ای و عدم اطلاعات به موقع از سوی نهادهای دولتی زمینه اطلاع رسانی در کشور را دشوار کرده است. آنان می‌افزایند که بازداشت‌های اخیر شماری از خبرنگاران از سوی نیروهای امارت اسلامی هراس و ناامیدی را میان خبرنگاران به بار آورده است. مقام های محلی در ولایت های شرقی کشور میگویند که مقام های حکومت پیشین و سیاسیون در فکر بازپسگیری قدرت نباشند. این مقام ها در مراسمی که به مناسبت تجلیل از 24 اسد برگزار شده بود خطاب به مقام ها و سیاسیون دولت پیشین میگویند که در فکر بازپسگیری دوباره قدرت نباشند، زیرا نظام کنونی با قربانی های بیشمار به دست آمده است و با آسانی شکست نمی خورد. اینجا در زون شرق کشور نیروهای هوایی از 24 اسد سال روز پیروزی امارت اسلامی این گونه جشن گرفتند. مقام های محلی و مردم از ولایت های نورستان، کنر و لغمان اینجا در ننگرهار گرد هم آمدند تا به گفته آنان
از این روز تاریخی بزرگ داشت کنند. اینجا پیام هم به مقام ها و سیاسون پیشین فرستاده می شود، به ویژه کسانی که در پی کسب دوباره قدرت هستند. در افغانستان مجاهد مومن ولستا او در اسلامی امارت سرشندن کو مجاهدینو تا مبارکی وایم. گواندیان کوشش کی، امریکایان کوشش کی، دیر حالی زالی کی چه دلتا وز جنگ پیدا کی او دلتا بدامنی پیدا کی او دغ نظام تا دیشا خبر رکاوتو نا پیدا کی نو دی دغ تیرو لاس پوس و غلامانو نا دغ خل دی عبرت وقت لرائیوال کفار چه غاری بیا حالا تختی دلی جمبراران او حالا تختی دلی افسران بخبر و ملکونو کرا او هغوی سره غونډې ونیسي او بیا دا ملتونه او دا ولسونه او د افغانستان دا کړېدلی او ځورېدلی ولس په تشویش کښې واچوي. زموږ استشهادي او فرایي کنډکونه اوس هم په دې انتظار دي چې فرایي عملیات به موږ ته چېرې برابرېږي. مسئولان امنیتی هم در ولایت ننګرهار از تأمین امنیت اطمینان داده و میگویند نخواهند گذاشت تا دیگر کشور دچار ناامنی شود. هر څوک خپل آرام زندگی کوي او لله الحمد اسلامي امارات ټول امنیتي ځواکونه ده، که استخباراتي دي، که دفاعي دي، که امنیتي دي، ټول د ولس په خدمت. برای تجلیل از 24 اسد برنامه های شیرخانی نیز برگزار شده و ورزشکاران هم نمایش های ورزشی اجرا کردند. زیبا وطنا پتامین یما پوینو دی ساتما سوک چه ټچ موبیل کاری مومن نده استاسو مومنانو پانا خړه دا او دا د بایومتریک غم چې راووتو بعضی طالبانو پانا خړه دا. از دو سالگی حاکمیت امارت اسلامی در حال درزون شرق کشور تجلیل می شود که در گذشته این ولایت ها از ولایت های ناامن به شمار می رفت و حضور و فعالیت داعش در آن پر رنگ بود. حالا اما به نظر می رسد که داعش در درزون شرق سرکوب شده است. با مناسبت دومین سالروز حکومت امارات اسلامی در کشور، ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ مشاعری را در این ولایت را اندازی کرده است. شماری از شاعران و شرکت کنندگان با سرودن شعرهای حماسیشان اما از امارات اسلامی خواستند که از شاعران، نویسندگان و فعالیت‌های فرهنگی حمایت شود. نشست ادبی و فرهنگی اینجا در شهر مزار شریف و مناسبت دومین سالروز پیروزی امارت اسلامی با حضور شماری از فرهنگیان، شاعران و مقامات محلی بلخ برگزار شد. شاعران در این همایش به دکلمه اشعار پرداختند و از مسئولان حکومت خواستند تا شاعران و نویسندگان را در بخش‌های مختلف حمایت نمایند. داسی غونډې دا د محبوبیت او د مینوالۍ در ته وښیم ښکارندوی کوي چې ځوانان سره د خپل زړه حال شریکولی شي، کیناستلی شي په یو ځای، د مثال د خبرې شعر وښیم در ته، ترنم، هر څه د خپل هغه در شریکولی شي، نو خپل ادبي تنده خړوبولی شي. نو دا د ویاړ ځای ده او په ټوله کې په اسلامي عمارت په مشرانو باندې زموږ دا غږ ده چې په ټول هېواد کې دغه ډول فرهنګي غونډې، دغه ډول مشاعرې پلاره واچي، ځکه چې له دې سره ځوانان هغه فرهنګي شخصیتونه، هغه شاعران چې په دې برخه کې کوشش کوي، زحمت کوي او څه لیکي، له دې سره زموږ ټولنه سالمه کېږي، له دې سره زموږ شعر و ادب، زموږ فرهنګ هر څه له دې سره وده کوي. شمار دیگر از اشتراک کنندگان با ابراز خرسندی از برقراری امنیت سراسری در کشور می گویند باید همچون نشست های ادبی و فرهنگی از بحر ایجاد انگیزه و تشویق نسل جوان بیشتر برگزار گردد. داد محبت یووالی د اتحاد سبب ګرځي. داسې غونډې د ځوانانو په خاطر او بل خصوص د بلخ ولایت د اوسیدونکو په خاطر مثبت تمامیدای سي. نو موږ د امارت اسلامي څخه غوښتنه دا کوو، خصوصا د اطلاعات فرهنګ څخه، چې داسې غونډې ته ځوانان رابلي، دا خپله د اتحاد او اتفاق معنا ورکوي. نو ډېر زیات موږ خوشحاله سو. موږ د دې اوسني حکومت نه ډېر راضي یاستو چې داسې مشاوره یې نن د ازادۍ په دغه نیولې ده. نو موږ نور هم د دې ونه دا تقاضا لرو چې داسې مشاعرې زیاتې کړي، ځکه چې اوس امنیت د خوان الحمدلله موږ ټول زړه ټول ده، هېڅ کومه ستونزه نشته. از سوی هم رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ میگوید که آنان از هر گونه فعالیت های فرهنگی شاعران، نویسندگان این ولایت حمایت میکند.
اسلامی امارت لراتا ګورستا مرشب بلخ ولایت کې مختلف فرنګي او ادبي غونډې جوړ کړي د دل لپاره سي ځوانان تشویق سي او هڅول سي او زموږ ادبي برخه غني سي د دل لپاره مختلف غونډې مو جوړ کړي دي چې په همدې تسلسل کې دا دینن یو بل فرنګي او ادبي غونډه لرو او ځوانان هغه شاعران سي شعرونه لري او هغه ځوانان سي نوي تازه له ادب سره علاقه پیدا شوې ده هڅه مو دا ده چې دوی تقویه سي او هڅول سي. این در حال است که با فرارسیدن دومین سالروز حاکمیت امارت اسلامی برنامه های گوناگونی از بهر تجلیل از این روز در سراسر کشور برگزار شده است. با پایان خبر هشت رسیدیم. جهان سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.